مولانا خدا و سلام بر شما. به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. سرپرست وزارت خارجه در دیدار با همتای ایرانیش در تهران به افزایش سطح روابط دیپلماتیک میان دو کشور تاکید کرد. امین خان متقی در این دیدار در مورد موضوعات سیاسی و اقتصادی، افزایش روابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور و وضعیت و مشکلات زندانیان و مهاجران افغان در ایران با همتای ایرانیش گفتگو کرده است. از سوی دیگر، نماینده ایران در امور افغان در دیدار با آقای متقی بر شکلگیری گروه تماس منطقه‌ای به منظور تسهیل روابط امارات اسلامی با کشورهای منطقه تاکید کرده است. با گزارش در همین مورد توجه کنید. در حاشیه کنفرانس تهران در مورد فلسطین، سرپرست وزارت خارجه امارات اسلامی با وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرد. امیر خان متقی در این دیدار در مورد موضوعات سیاسی و اقتصادی، افزایش روابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور و وضعیت و مشکلات زندانیان و مهاجران افغان با همتای ایرانیش و دیگر مقامات این کشور گفتگو کرده است. وزارت خارجه امارات اسلامی در اعلامیه گفته که وزیر خارجه ایران به اقدامهای مؤثر در راستای تقویت بیشتر روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی افغانستان و ایران اشاره کرده است. امیر خان متقی در سفرش به تهران در جریان بازدید از سفارت افغانستان در ایران از خدمات این سفارت قدردانی کرده میگوید سفارتخانه های ایران و افغانستان در دو کشور باز است، روابط تجاری دو کشور برقرار است و تلاش ها بر گسترش این روابط جریان دارد. سفارت ایران و کنسولگری هایشان در ولایت باز است، فعالیت میکنه. سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری ها در مشهد و زایدان باز است، فعالیت داره. روابط تجارتی داریم و بسیار از پروژه ها کار شروع است که دیگه هم پیشرفت داشته باشیم. سرپرست وزارت خارجه در گفتگو با رسانه‌های ایرانی نیز تاکید کرده است که روابط ایران و افغانستان بهتر است. او با اشاره به سفر معاون اقتصادی ریاست الوزراء به ایران و امضای قراردادهای تجاری میگوید که کمیته‌های مختلف برای اجرای توافقات ایجاد شده و کار روی آنها جریان دارد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء امارات اسلامی افغانستان محترم ملا برادر اخوان و امرایش حیات احمد همینجا توافقات شد. بعد از توافقات کمیته های مختلف تعیین شده و کار میکنه که هم در قسمت تجارت، ترانزیت، مختلف پارسه ها، زراعت و غیره کار میکنه. امیر خان متقی همچنان گفته است که فارسی و پشتو هر دو زبان رسمی افغانستان هستند و هیچ تبعیضی علیه زبان فارسی دری از سوی حکومت افغانستان وجود ندارد. به گفته متقی، اگر جای لوحه فارسی پایین آورده شده، کار اشخاص مغرض است. در افغانستان زبان فارسی و پشتو هر دو زبان رسمی ما است، هم فارسی هم پشتو. دری برای هیچ نوع تبعیض وجود نداره. سرپرست وزارت خارجه با اشاره به مهاجران افغان در ایران میگوید امارات اسلامی در تلاش است تا شرایط را برای برگشت مهاجران به کشور مساعد سازد. او ضمن قدردانی از کشورهای میزبان مهاجران افغان تاکید کرد که باید به کرامت انسانی مهاجران در کشورهای میزبان توجه شود. امیرخان متقی ضمن دیدار با همتای ایرانیش با نماینده ویژه ایران در امور افغانستان نیز دیدار کرد. حسن کاظمی قمی در این دیدار بر شکلگیری گروه تماس منطقه‌ای با منظور تسهیل روابط امارات اسلامی با کشورهای منطقه تاکید کرده است. واسه هم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای اسماعیل قرنه یاگاه روابط بین الملل از بریتانیا، آقای سید موسی سعادت آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو و همچنان آقای سید اکبر آقا آگاه مسائل سیاسی همچنان از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند. مهمانان عزیز به بس خوش آمدید میگم. قرنه سیب جدا بتین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. دیده میشه که کماکان نسبت به هر همسایه دیگر در حال حاضر روابط و رفت آمد با ایران بیشتر است. ایران چه نوع همسایه افغانستان است و چقدر حفظ روابط با این کشور پر اهمیت است؟ به نام خداوند متعال، احمدی صاحب، خدمت شما مهمانان محترم و ملت عزیزم سلام و احترام تقدیم می دارم. یقیناً این کنفرانس به خاطر همدردی و دلسوزی با مردم فلسطین، به خصوص مردم
بیگناه غزه تدبیر شده بوده و خوشبختانه که سرپرست وزارت خارجه طالبا هم دعوت شده بوده، گرچه او طوری که باید به یک وزیر خارجه استقبال صورت می گرفت و خصوص در خود تالار کنفرانس یک جای برش در قطار وزرای خارجه جا بدام می شد، بایا دیگه مطالب بود بایا بعد از او با وزیر شما گفتن همتا خود وزیر خارجه است، ولی ما خود ندیدیم یک تصویرش که با وزیر خارجه اینا کدام نشست داشته باشن. یک کسی بود که حتما اولین بار ما قیافه و قوارش دیدیم. خب بر صورت بازم یک دستاورد بوده، بازم با این حالتی که فعلا در حالت تعلیق اینمی دولت و حکومت قرار دارد، این هم یک به حساب غنیمت می شماری می شن. اگرچه صحبت هایشان هم مشونیدم، صحبت هایشان هم با این طرز تفکر که هست خوب بوده، بد نبوده، ولی اصلا احمدی صاحب در دیپلماسی معاصر اصول و مقررات وجود داره. اصولش دایی است که قبل از اینکه یک از زعیم دولت یا وزیر خارجه به یک کشور به یک کنفرانس میره، پیش از او امو استخبارات مملکت با او یک ملاقات کاری میکنه. او معلومات هایی را که باید او قبل از قبل داشته باشه و او عکس العمل های ممکنه را که باید او برش میشه، او را برش کلش برش به اختیارش میگذاره. یک هیئت، یک اداره به خصوص به خاطر اینکه چه طور باید ای از لحاظ به حساب قیافه، لباس و طرز و صحبت کردن و عطایم همه گپار برش تشریح میکنه. بعد از اون متن تیار میشه. متن هم کوشش دهی است که باید به هر قیمتی که باشه بسیار سرش مسلط باشه، یعنی طوری باشه که اون مطالعه را زیر تاثیر بیاره. ولی به هر صورت به این پوزیشن طالبا که من میبینم به هر صورت امورم دیدم خوب بوده، ولی مشکل دایی است که به هیچ صورت اینی طور ملاقات ها و اینی طور نشست ها و این تو حضور ها یعنی مطابق ارزوهای افغان ها نیست. افغان ها میخواهد که کسی که با نمایندگی ما میاید باید بتانه که اونمو غرور و افتخار و منافع ورزش های ملی مملکت صرف نظر از اینکه گویا کلش باید حفظ بکنه. خب با تاسف باید بگویم که احمدی صاحب که بعد از تجاوز روزها بلا استثناء صرف نظر از چند استثناءات محدود، یعنی امی رقم برخوردهای سر امی رقم با ما صورت گرفته. اگر شما وقت داشته باشین من فقط صرف یک یعنی استثناء را بر شما میگم و این استثناء بسیار جالب است که باید مردم افغانستان، جوانان و طالبان بفهمند. در سال کمال اغلب که در 1988 به ارتباط صلح و ثبات در منطقه یک کنفرانس در ملل متحد جور شد، در اوجا به نمایندگی به ریاست عبدالرحیم عاطف اشتراک کردند. کسی که مهماندار امی عید بوده به نام یک رفیق ماست، دوست ماست، دکتر مقیم پیکار، ای به ما گفت روسا یک متن انگلیسی را بر ما داد که ای را با عاطف بده که ای را بخوانه. عاطف بعد از چند دقیقه گفت متن پس داد بر ما، گفت که من به نمایندگی ملت عظیم من این متن نمیخوانم و من یک 3 ساعت وقت بدین من یک متن جور میکنم باز برشون بدین که او چی میگه. 3 ساعت یک تقریبا کم از جات گفت متن جور کرد خویر روسا گفت خواندن و ملاقات. بعد از اون فهمیدن نه نیست، گفت امی از خودت صحیح است. گفت اونا هم یک میمان دار داشتن. گفت در گوش من گفت که ما شوکه شدیم که ای تو یک متن ما دیدیم، ما بیخی ایران ماندیم به این محتوا و به این مفهوم و به این به اصطلاح ظرافت دیپلماسی. گفت بیخی ما فکر کردیم. گفت ما گفت در اینجا ما خود ناظم یه چیزم بودم همی تنظیم ملاقات ها، باور کنن که حتی تا بنگلادش هم حاضر نبود که ما ملاقات بکنیم. گفت در تالار هم که رفتیم مانند همی وزیر سیم ما گفت در سیم یا چندم قطار ما را شاندن. وقتی که صحبت شروع شد، وقتی که عاطف صحبت کرد و شما باور کنین که تالار امی تو برش متوجه شد مثل که یک سنف بر پروفیسر کس گوش میگیره. گفت آنقدر استقبال صورت گرفت که در ختم گفت مردم با پا استاد شد و شخصا رئیس کنفرانس استاد شد و ای را در جای مخصوص ریزر دعوت کرد نزدیک خود ایرشان. بعد از گفت جورنالیست ها و ملاقات ها و بلاخره حتی گفت بمد جورنالیست ها مرا محاکم گرفتن که یک ملاقات بخصوص بر ما جور کن.
و بعد از او ما چندین ملاقات انجام دادیم، تعهدات امضا کردیم، گفت حتی نشد. من میگم که سعی کنین دلیل از حکومت همشمول یکیش از همه بهتر اینی طور است. ای آدم عضو حس نبود، ای آدم کسی بود که تمام مشکلات های امو وقت با وصف همه مشکلات ها ای حل میکن. یک ما بنام به مانند عاطف هزارها نفر داریم. تشکر. و صورت ازی که قدرت تصاحب نشود، به شکل منظر ما طول زمان نباشد و اگریمی تو اشخاص و افراد دو جبره. به طور مثال امیالی مثلا سبا امی شاهین ملل متحد نمایندهش میشه. یعنی اینا میتونه که به این طرز و تفکر، به این قیافه و قواره نمایندگی این ملت عظیمه بکنه. به لحاظ خدا کسی که در ملل متحد میره، ما خویی نشست و برخواست حرکات شده در ملاقات های هین ملاقات دوحه دیدیم، کسی باید باشه که اینی میتونه کسی باشه که واقعا این ملت ای تو ملت نیسته، ای را باید طالبا ای را درک بکنن. ای بده منطقه اینا، یعنی عملی یگان ملاقات ها شما در جریان هستین، شما جوان هستین، ما مجبور هستیم که اینا با شما و برای راکین بگویم که برادر وقتی که قدم قدرت میگیره هر کس به جایش نصب میشه. ای طور نیست که بس ما قدرت گرفتیم، وزیر خارجه ما هر رقم قیافه که دارم، قواره که دارم، صحبت کردم میتونم، بالاخره میرم دیگه. باش خودت باش، ولی این تو نفرها رو باید جبره که شور بده. و یعنی اشرف غنی رفت پاکستان، شما دیدین که عمران خان هم بی‌کفایت ترین مشاور خود برش روان کرد، اما وقتی که صحبت کرد خودش و وزیر خارجش مثل یک نقال همه گپای زیاداش میگیره، کلشان برش استارت شد. اینی طور بکار است که اینی سپاس گزارستم قرنه سیر. تشکر. ادامه یه برنامه پس از وقفه. ادامه یه برنامه بازم خوش آمدین. آقا صاحب شما را به بس خوش آمدید میگم. حفظ روابط سیاسی و دیپلماتیک با ایران چقدر پر اهمیت است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام را تاست اوستاش اوریدون کتوائی اوستاش ملمنو توائی. زه فکر کوم اول زه اول دونی وایم چې ایران دا ډیر لوی ابتکار کړی دی چې د فلسطین چې هغه یو مظلوم ملت لري، یو مظلوم ولس لري، او خصوصا په اوسني حالاتو کې ډیر د مظلومیت په حالت کې دی. د دې په باب باندې دوی خپل آواز پورته کوي او یو مجلس یې جوړ کړي، خلک یې راوغوښتل د فلسطین په باب باندې. او دوی صدا خواهش کوو چې دغه مجالس نور هم پسې دوامي کړي، چې څو نور اسلامي ممالک چې هغه پاتې دي دې مجالسو ته نه دي راغلي، او هغه هم دا همت و غیرت وکړي او په دې مجالسو کې حصه واخلي او د فلسطین په باب باندې خپل آواز او خپل غږ پورته کړي. دوهم ما فکر باندې د ایران او د افغانستان په باب چې تا پوښتنه وکړله، افغانستان او ایران چې دي هغه همسایګان دي، دا واقعیت دی چې همسایه د همسایه په باب باندې هم مثبت نظر لري، او هغه مثبت نظر چې ولري هغه ډېر مفید وي، او که منفي نظر ولري هغه منفي نظر یې هم د نفي خواته ډېر وي. خو اوس د دوی په دغه نسبت باندې چې دواړه غټه پله سره لري او غټ همسایګان دي، ډېر مل اشتراک سره لري، په دغه نسبت باندې د دوی اړیکې چې دي هغه اړیکې مهمې دي، چې د دوی اړیکې د ښو خواته وي او ښه خواته ولاړ شي. خو البته دوی ویلی شو چې دلته تعامل ته ضرورت شته، خو البته تعامل ډېر دا دې ته ضرورت شته چې د ایران د طرفه د افغانستان سره وي، او د افغانستان د طرفه هم وي. خو افغانستان هغه ملک دی په اوسني حالاتو کې چې جنګ ځپلی ملک دی، هغه داسې تعامل د چا سره نشي کولی چې یو چا ته ډېره ګټه په اوسني حالاتو کې ورورسوي. اما لیکن ایران چې دی هغه کولی شي چې افغانستان د دغه حالاتو څخه چې هغه مشکلاتو کې اوبتاده ملک دی او مشکلاتو سره مشته ګروان دي، د دې حالاتو څخه یې راوباسي. نو ښه خبره به دا وي چې ایران د افغانستان سره تعامل وکړي. خو دوی خبره کوه چې دا تعامل خبره چې هغه بې قیوداتو بې شرایطو وي، دا به ډېره ښه خبره وي چې قیوداتو شرایط د دواړو طرفو د طرفه نه وي، بلکې یوه یګانه د همسایتوب موضوع وي، او هغه اسلامي اشتراک دغه موضوع وي، دغه موضوعګانې وي، په دغه باندې دوی خپل تعامل سره وکړي، ډېره ښه خبره به وي. ایران تعامل میکنه آقا صاحب، اما شرط های هم داره،
همواره گفته، در طول بیش از دو سال گذشته گفته که راه حل افغانستان و راه تعامل نه تنها ایران بلکه تمام همسایه ها با افغانستان یه است که حکومت همه شمول در کشور شکل بگیره. خب غلط خبره ده. ایران چی دا خبره که دا دیره غلطه که خوست مر ایران تو اجتاب افغان شموله ندی جو دقا ایران شموله ندی جور کری تا حال تا پا اول سنیان دی پتا که لکنل تا چو سادرگان دی دا غود نیلس واری سنیان حال تا جی نو زما یا شیعگان دی دلتا اغلت لس واری سنیان دی تا سنیان تا دی مسجد اجازه پدیر تکلیف پر که حال تا دی نا پا حکمت کی سور کری دا وانو پا حکمت کی سور که نو خاقا خساری پا داخلی چارو که مداخل خلا د مور بای چې د ایران په داخلي چارو کې مداخله نه وکړي، د ایران سم دا خواهش کوي چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. دا خبره غلطه خبره ده، بل همسایه کوي غلطه ده، ایرانیان کوي غلطه کوي. نو ما خپله دا ویل چې دا خو داسې شرایط چې دي هغه په بیانیه مداخله ده د بل په امورو کې. نو دا تعامل چې په قیدات شرایطو باندې نه وي، یا اوس که وګورو ایران خپله دا جرأت اوس ایران هم نه لري چې افغانستان په رسمیت باندې وپېژني. اوس دا تعامل هم د ایران داسې نه دي، د افغانستان سره چې هغه کوي تعامل هغه د ایران خپله به د تحذیراتو لاندې دي، دی مجبوره دي چې خپل شی د باندې وباسي، افغانستان ته مجبوره دی چې راوی باسي. که اوس موږ وګورو د دنیا کې نورو ملکو چې افغانستان ته کنسلګري ورکړي دي، خپلې فایدې ډېرې مد نظر ګرځول دي، یا سفارتونه ورکړي دي، دوی خپلې فایدې ډېرې مد نظر ګرځول دي. هلته مثلا د افغانان دي، افغانان هلته تجارتونه کوي، هغه تجارتونه دې ته ضرورت لري تجارت چې هلته کنسلګري وي، هلته سفارت وي، لکه ترکیه ورکړي دي، ایران ورکړي دي، مثلا امارات د اماراتو یا د ترکیه د ایران تر افغانستان ګټه زیاته ده، دغه کې خپل تجارتي معاملې شروع دي د افغانستان سره. نو زه وایم چې یا دلته داسې سلسله اوسي چې خپله ګټه هم د دانه سره په فکر کې ولري، خو د افغانستان ګټې ته هم ډېر وګوري. تشکر، سپاسګزارستم. سعادت صاحب، شما رو به بحث خوش آمدید میگم. آیا ایران در امور داخلی افغانستان مداخله میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. احمدی صاحب محترم، لرس مخکتا تا آغا صافت غرانی صافت دی تخنیکی هم کارانو بشمول طول جدن کاری دن کده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول خو دی یو افغان مسلمان په صفت له ایران مننه کوم، په داسې حال کې چې نړۍ اووه پنځوس اسلامي ممالک خاموشه دي، او دوی یو داسې کنفرانس جوړ کړو چې د وحشي سیونیستانو هغه وحشت یو څه برملا کړو، او د مظلومو فلسطینانو هغه بالخصوص متقي صاحب الحمدلله په سنت طریقه، په سنت لنګۍ او په سنت ایره کې په دغه کنفرانس کې راحضر سو، او اول د آیت کریمه وایي سبحان الذي اسرا بعبده الليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، او وروسته یې ښه دا ټول مسلمانان په دې وپوهول چې بیت المقدس هغه قبله ده چې د ټولو مسلمانانو قبله ده، او هغه ځای ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو لک سلوي زره انبیاو ته هلته لمونځ ورکوه، او له دغه ځای کې الله خپل راز ته ور وغوښتل. او مسلمان دې ته متوجه کړو چې موږ دا همدردی او دغه اخوت باید له مظلومو فلسطینیانو سره باید موږ وکوو، او د افغانانو د اسلامي امارت هغه خواخوږي چې یې درلوده یا یې لرو هغه یې نړۍ ته او مسلمانو ته په ډېره ښه لهجه او په ډېره ښو الفاظو ور وښوه. د دې تر څنګ نه تنها ایران، ګاونډیان چینایان ټول خپل اهداف لري، نه څوک دی افغانستان لغه مړ دي، نه څوک دی افغانانو لغه مړ دي. هر څوک فرمایش راکوي، څوک دی ټول شموله، څوک دی همه شموله. دا فرمایشونه د ځان د ګټې په خاطر، د ځان د اهدافو په خاطر. ایران هم تل دا خبره کوي چې تاسو ټول شموله همه شموله جوړ کړئ. موږ به لنډ داسې یو ورته وایو چې مهرباني وکړه په تهران کې سنیانو ته یو مسجد جوړ کړه. نو خو د دوی خپل کار ده او دا د موږ خپل کار ده. زه وایم ایران په واقعیت که وګوري د موږ او د ایران د اسلامي امارت او د ایران دښمن ګډ وو، چې هغه امریکایان وو، دوی هم بندیزونو لاندې دي، تر تحریمونو لاندې دي. اسلامي امارت هم تر تحریمونو لاندې ده. اسلامي امارت هم هغه څوک وو چې شل کاله له دوی سره وجنګېدل، او دوی ته له دې د اسیا له منځه یې وویستل، او داسې شرماوره ماتې یې ورکړه چې هغه الحمدلله نن پورته نشي کتای. دلیل چی است اگر بیشتر در رابطه به میمه پس صحبت بکنیم، دلیل که اینا مداخله میکنن؟ حالا مگر شما میگین تنها ایران نیست، همسایه دیگر افغانستان هم است، منطقه هم میگی میخواین که
مداخله خود داشته باشند. دلیل بنیادی در پشت مداخله چی است؟ دیمغ تیر و رهبران و تجاله انصاف ورکی دیمغ دو طبیعت و افغانان و تجاله انصاف ورکی دیمغ غلی دول افغانان و تجاله انصاف ورکی دیمغ حقوق و اقمنان و تجاله انصاف ورکی په دې افغانستان کې واکمنی کړي دا ټول د پردو جاسوسانو اوس په اسلامي امارت کې نه ایران او نه نور ګاونډیان خپل جاسوسان ویني هغه نه ویني دلته د تلیفوني رابطې څوک نه لري همدا دلیل ده چې هغه په تکلیف دي هغه غواړي خپل کسان په دې نظام کې جای که په دې کې وویني تر څو خپل هدف چې دوی مخته په مخ وړو او اوس غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي د دې لپاره څوک نه لري غواړي خپل کسان په نظام کې جای که همدا دلیل ده. بسیار تشکر، سپاسگزار هستم. قرنه صاحب، یک موضوع تازه دیگر هم که در دیدار آقای متقی با نماینده ویژه ایران در امور افغانستان صحبت شده، بحث تشکیل یک گروه تماس بر افغانستان است که بتانه روابط منطقه را با کابل یک مقدار تسهیل بکنه. این گروه چطور میتونه که به کارش فعالیت بکنه و چقدر میتونه موثر باشه؟ تشکر. قبل از ایران ایجا در خارج بالاتر از ایران یک آیت صلح جور شده با می ارتباط ایجا کار میشه که ای هم از اونجا انتباه گرفته باشه. مشکل شما با ارتباط امی است که ما هر وقت میره نتونم دیگه دوستان میگه که روابط یکسان دیپلماتیک طور میشه که متابعون یک علم است. این مربوط به این میشه قبل از همه باید یک حسن همجواری وجود داشته باشه، احترام متقابل وجود داشته باشه، احترام به ارزش ها باشه و هر تعاملی که هر برخورده که میشه صرفان صرفان متکی به ارزش ها و منافع ملی مملکت شد. بله، اما این همسایه ها خواهی احترام متقابل را مراعت نمی کنن. اینا میگن که قسم که میمانان به او اشاره کردن در امور داخلی ما مداخله میکنن، بخاطر ازی مداخله میکنن که وقتی که دیگه سرپوشش لج باشه هر مگس اوجه علاقه مند است که دست پرتایه، هر کس علاقه مند است، هر کس میخواه که نقطه ضعف تو رو پیدا بکنه و مداخله بکنه. این امیالی در امیال تقریبا نزدیک به 3 سال است که کس تو رو به رسمیت نمیشناسه، این خودش یک مشکل است. ما باید که وقتی که اینجا میاییم اینمی کوشش بکنیم که به نواقص طور اشاره بکنیم که ترمیمی باشه، مشکل ما را حل کنیم. سعی کنیم ایران با وصف اختلافات شدیدی که از لحاظ سیاسی، اقتصادی و مذهبی داره، گفت امیال این دلیلش ای است که دوستاگا بخواهید نخواهید کدام مشکل نیست. شما ببینید هر بار که ایران مشکل خلق کرده ولی هیچ کس کدش غرض نگرفته، با خاطر ازی است که یاردویشان به شکل یاد اشکال، به شکل یک شکل اینا از یک چشمه سیراب میشن. اینا اگر بخواین نخواین ما امیدوار هستم که نزدیک شون. نزدیک شدنش به نفع مملکت ما است، نزدیک شدنش به ای است که مشکل ما را حل میکنه. یا دوستا که برش اشاره کرده یا اولین بار است که مثلا در این تو کنفرانس یک وزیر میخواه، خب ما باید از این فرصت ها استفاده بکنیم. اینا ببینین شما ایران در تاریخ افغانستان اگرچه در می ژنوا و در دوحه در روی صحنه پاکستان پیش میشه، ولی در عقب صحنه مشاور اصلی و کسی که طراح هست او ایران است و این در منطقه به میخاطر شما ببینین یک کتاب است به نام صدور انقلاب از فرانسه تا تهران. اینه که شما ببینین بیخی مویای شما میخیزم، خود چهره های اخونهای ایران برملا میشه که اینا چطور عیناً پرتاب شدن، شوت شدن در این منطقه. از روزی که اینمی با حساب مدگشت نمیگیم، خصوصا در موضوع ژنوا و دوحه اینا دخیل بودن، خصوصا در ژنوا اینا بسیار زیاد هم نقش فوق‌العاده داشتن. در مزار به نام لاریجانی یک کسی زیاد بوده که بسیار به دیپلمات قوی بوده، در اوج همه چیزا را سازماندهی میکرد، ولی طور سازماندهی میکرد که افغانستان باید در این یک حالت بیاید که سرپوش اصلا چی که هیچ چیزی رو نداشته باشه و اینا بتانند که هر طوری که بخواین از آب ما، از هوای ما، از زمین ما، از هر چی ما استفاده بکنن. مشکل در این است، استفاده به خاطر زی است که در اینجا ما با اینا مشکل دیگه نداریم. حالی ما آب داریم، ما باید از تشنگی بمریم و اینا باید استفاده بکنن. بله، ما باید از هوای ما اینا استفاده بکنه، از زمین ما باید اینا استفاده بکنه. هر حتی در سطح قریه یک آدم متعرض،
یک عدم به اصطلاح ظالم و کوشش داره که اما چیزهای کسی دیگر تصاحب بکنه، ولی این مسئولیت ماست که ما چطور با مردم خود کنار بیاییم، ما چطور بخوایم که انمی لااقل دیگه یه چیز نمیشه، همی صد پوش بانیم از این حالت خود، از این خودخواهی های که اصلا هیچ معنا و منطقی نداره خود از این بکشیم و ما خود انتقاد بکنیم. مشکل مردم افغانایی است که ما هیچ وقت خود انتقاد نمیکنیم، هیچ وقت نواقص خود خوب میبینیم که کل دنیا سرما خنده میکنن، ما چرا دو پای خود یک موزه بکنم اونم نقص که وجود داره او را ماسک مالی بکنم با او یک به اصطلاح یک پوشش بده. مشکل بدبختی ما دیگه است. بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه. ادامه یه برنامه بازم خوش آمدین. آقا سپایی، در حال حاضر افغانستان به مثل یک دیگ بی سرپوش است که همگی میخواهد او مداخله کنه؟ نه، افغانستان چیلی به حسنی حالاتو که کمر بگورو افغانستان به اول سر که وقتی که کمونیستان و عامل ده افغانستان ده بدبختی کمونیستان خود شبه افغانستان که بدبختی راوله و داغه وقت دا بدبختی را روانه ده، را روانه ده، دا درست سلویر سلور سلویر شکال بدبختی پا افغانستان که راله که یگانه ده اصلاح و ده جورش ده پار چه آغا مخالفت نفکش رالی یوانی مجایدون تم باقی پلاس واره لاغو تم دیرشم باقی و زمینه برابره و چه افغانستان جور که خمه تاسفانه چه مجایدون پا خپل وقت که آغا افغانستان که خپل اختلافات را رو ده سنی و شیعه تر ما بین مخالفت و او د پښتو د پارسی په مابین بل څه د مخالفتونه رااله یو څوک پاتې سول یو تنظیم چې هغه افغانستان اداره کوي او هغه عاقبت دې ته مجبوریت پیدا شو چې طالبان راسي طالبان هغه اوسانیه ته راووتله تر اوسه پورې هغه طالبان په سانیه کې دي. اوسني حالات کوم وګورو افغانستان په اوسني حالاتو کې د امنیت په حالات کې دي. درست څلور څلور څلوېښت کاله په افغانستان کې داسې امنیت نه و راغلی لکه اوسني حالات. بله ورځ یو چا ته ما خبره کوله ما ورته وویل امنیت رالی وای بیا امنیتي خو طالبان راوستلی ما له هغه بیا امنیت مال د عبارت ته جنګ یوازې نه دي، امنیت ته دې څه دي چې په بازار کې د چا سره تلیفون بیول کېږي، اختطابونه کېږي، موټران د خلکو بیول کېږي، هغه ټول هغه شان چې د اصلاح سول اصلي بیا امنیت باندې بدل شو. او که وګورو دلته طالبان د دغه مسکنت په حالت کې چې هغه په عدم خیانت و د دوی په شفافیت باندې دلالت کوي هغه د کارونه شروع کړي دي. که اوس موږ وګورو چې دا اوس خلک بیا سرپوشي بولي چې طالبانو مثلا د کوشتکې دغه را کش کړي دي، دا بیا سرپوشي بولي چې طالبان نن دا نارې وایي چې د کنر په سیند باندې دغه جوړوم بند جوړوم مثلا د مرګ دپاره، دا هغه کارونه وه چې نورو خلکو به نور پیسې باندې اخیستلې چې دا کار ونه شي، نور د حکومتونو ټوله په داسې را روان و په داسې رقم دا بیا سرپوشي دي چې طالبان نن په دغه کې په شمال کې سانان کاري د تیل استخراج د تیلو کوي یا د ګازو کوي. زه فکر کوم چې دا ټول افغانستان چې دی اوس د سرپوش په حالت کې روان دي، عملي کې وخت غواړي او دغه غواړي خو دونی وایم دا اصلاحي انتقادات ستا هغه باید چې وکړو. زه خپله دا وایم چې افغانستان د اوله سره که سړی وګورو لکه ما چې د کمونیستانو خبره وکړله هغو لکه څنګه چې د افغانستان کې د افغانستان د بدو عامل سوله بیا هم شخصي حکومت و بیا تر اوسه د مجاهدینو شخصي حکومت و اوسنی حکومت به هیڅ په ځان باندې تجمع وکړي، خلک وسیع البنیاد دی که خلک د خلکو دپاره یو چوکاټ جوړ کړي، په هغه ښه خلک چې دي هغه د حکومت په چوکاټ کې راولي، په هر قوم په هره طبقه په هره منطقه دا شان خامخا دې ته ضرورت شته. زه په دې باندې متیقن یم چې دا شان به خامخا راځي. عملي کې دا ځینه خبرې چې کېږي که ایران کوي که نور کوي که نور کوي دا بربنډه مداخله ده، دا د افغانستان په عمرو کې مداخله ده. او افغانستان ځکه چې ایران اوس موږ تاسې وینو په ځینو ځینو شیانو کې په بغداد کې د دوی مداخله ده، په یمن کې د دوی مداخله ده، په لبنان کې د دوی مداخله ده، په سوریه کې د دوی مداخله ده. دا مداخلې هلته شروع دي. افغانستان هم د داسې مداخلې یو مملکت جوړوي، لیکن دا ښه خبره نه ده که ایران دا فکر ولري. اما لیکن په بل عموم موږ دې ته مجبور یو چې موږ ایران
هغه تعامل سره وکړو چې هغه زموږ سره مناسب وي او د دې سره مناسب وي او زموږ استقلال او ازادي ته تاوان نه ورسوو او د دې استقلال او ازادي تاوان نه ورسوو دا تعامل تدبیر سره سپاسګزارم. سعادت صاحب چطور میشه که زمینه مداخله همسایه ها در افغانستان را قطع کنه؟ احمدی صاحب محترم ټینګ عزم او استقلالیت ساتل کولای سي چې د نورو مداخلې قطع کړي. استقلالیت ساتل هم دغه نظام ده چې تر اوسه خپل استقلالیت ولاړ ده. زه وایم کله کله که دا خلک خبرې کوي چې راځئ ټول شموله جوړ کړو، همه شموله جوړ کړو، اکثر خلک ورګډ کړو. دلته امریکایانو یو ډېر غټ پلان جوړ کړی و، خو جاله یو رحم وسو. هغه دا پلان و چې کله چې په دوحه کې وکړه وسوه نو اسلامي عمارت باندې دا کیښوو چې ته به کابل ته نه نیوځي او بین الافغاني مذاکرات به کیږي. نو یې غوښتو په دې سره هغه د غرب به چې دوی را وړي وو، لبومه چې دوی را وړو، هغه خلک په دې نظام کې ورګډ کړي. نو به هغه څه پېښ سي لکه مخته چې موږ تاسو شاهدان اوسي، اشرف غني به یو ناوه رایه وګټله، قتل تکلبي وې کره کم بیا دوه لکه کبه وې کبر څه وې، دا یې رایه وګټله، او عبدالله به دواړه پکې په یوه موزه کې تخته کړي چې نه منم له دې ماشې وه. دا خو به دوی په بغل کې ورته نیولی وو چې دوی به هدف دا و چې دوی دلته واوسي، دواړه ورته ووایي چې موږ درته د مسؤلیت تضمین قرارداد امضا کوو، موږ درته راډیر امضا کوو. هغو دا نقشه بیا هم درلوده، دا پلان یې بیا هم درلود چې دل دا وکوي. اوس هم اصلي اثرات د هغو پاته دي. هغه اوس هم امریکایان اروپایان دا خبره کوي چې تاسو هغه خلک تاسو له موږ سره په دوحه کې وکړه جدې کړې وه چې ګواکې بین الافغاني مذاکرات به کیږي، دا به خلق به په نظام کې جای کیږي. دوی ورته وایي چې دا خو تاسو دلې وس دوی وتښتېدو، خو موږ نو اوس له شا غږ شي ورو کړو تیار شي، راسه یو ما تښتئ، راځئ موږ له امریکایانو سره توافق کړی دي چې موږ له تاسو سره خبرې کوو. دا خو دا خپله په دې خاطر وتښتېدو لکه موږ چې میرحمان رحماني نن وینو چې د پارلمان رئیس و او تر څلوېښتو زیاتو شرکتونه دی په آسیا او په اروپا کې لري. دوی خو ټولو دا په میلیاردو ډالر پیسې غلا کړې وي، چور کړې وي، لوټ کړې وي. هلته یې نه افغانستان ته کار کاوه، نه څوک په کار و، د خپلو پیسو د خپلو منافعو په خاطر منډې وهلې. اوس هغه غواړي چې هغه دا خلق بېرته پکې ورجی کړي. زه وایم هغه د الله یو رحم وسو، د فدایانو قرباني به علاقه به کړې وي، د مجاهدینو قرباني به علاقه به کړې وي چې دا بېرته دا ګډ نظام نه سو جوړ. یوه به یې وتکشوله، بل ته بېرته به دوی غږ ورکاوه. یوه به لکه خلک به یو اشرف غني به غږ ورکاوه، راسه عبدالله را چې کرار کړه، عبدالله به ورته وویل راسه اشرف غني را چې کرار کړه. نو امریکایانو ته ضرورت و د امریکایانو راتګ ته. اوس دغه استقلالیت و حریت و ازادي چې تنها اسلامي نظام ته الله په لاس ورکړه، زه وایم د دې ساتنه کولای شي چې د نورو مداخلې قطع شي. دغه کارونه کولای شي، د کچوپې کانال او د سړکونو رغونه او د کابل ښکلا او د معتادینو ورکول او د موادو مخدرو ورکول، همدغه کارونه کولای شي چې موږ خپل استقلالیت او خپل حریت وساتو. همدغه کولای شي چې په لدې سره چې پیسې کنګل دي، په رسمیت هم څوک نه پیژني. او بومي انزوا زندگی کدن هم کار بسیار دشوار است. دلته بله ده، دا منو، خو دلته بل څه ده. هغه خلق هم ضرورت لري، نه تنها چې موږ ضرورت لرو او دوی ضرورت نه لري. دوی په بار بار دا چغې وایي چې افغانستان د تروریستانو په ځاله بدل نه شي، در حالې کې موږ نه په امریکا کې امریکایان وزلي، نه مو په اروپا کې اروپایان وزلي، نه مو شرق ته، نه غرب ته، نه شمال ته، نه جنوب ته، نه مو راکټونه وربستل، نه څوک له موږ آزار شوي دي. خو هغه دا خبره کوي چې د تروریستانو په ځاله بدل نه شي، افغانستان ته هم دوی ضرورت لري. نړۍ اوس یو د کلي حیثیت لري، په کلي کې افغانستان د یو کور حیثیت لري. که په دې کور کې اور بل وي، په دې لوګي ټول ککړېږي. دا دوی هم دې ته ضرورت لري. خو دلته واقعیت دی، اوس کاغذ څه وکوي چې اوس دوی دې ته ضرورت لري چې افغانستان په امن، نن امن ده. په افغانستان کې یو قوي مرکزی حکومت یې نن شته. افغانستان خاوره چې بل چا په وړاندې ونه کارول چې نن کاریږي، ښه ولې په رسمیت نه پیژني. خو اصلي هدف څه ده؟ د دوی خلق نسته پکې، د دوی لاس خلق نسته پکې، پاشلي خلق نسته پکې، تنظیمونه نسته پکې چې یو یو خواته څه کشکې. بل یوه واحده اداره ده، یوه واحده کومنده ده. تېر کې موږ تاسو لیدل، ګوره موږ تاسو شاهدان وو. اشرف غني رئیس جمهور وو، عطا محمد نور یې په شل کاله لوی ولایت ایسته نه کړو. د جوزجان والي ته به بل والي په تیاره کې ور واخیست، ورې به په هوا کې ورته ولول تیاره دې درګرځه وي دلته کېنه نه یې. اوس که بیګا امیر المؤمنین حفظ الله امر وکړي لس والیان سر ته بدلېږي، څوک داسې نه شي ویلای چې زه یې نه منم. حتی وزیر بدلېږي، داسې نه شي ویلای. دغه یو ښه حاکمیت ته، ښه استقلالیت ته، ښه حریت ته. نو په دا که دوی ټینګ عزم ولري، سوکه سوکه هغه مجبوره کېږي. لکه اوس چې موږ تاسو وینو چې د شپاړسو هېوادونو سره رابطې دي، چین راځي خپل باورلیک دلته اسلامي عمارت ته سپاري، اسلامي عمارت سفیر هلته مني، هغه خپل باورلیک وغوته. دا یو نوع رسمیت ته، دا خو داسې نه ده، رسمیت خو هم نور غوږونه نه لري. خوښ بیا په
اعلان یې کړی. سوکه سوکه هغه هم دا مجبوریت در کوي، رامخته کیږي. خو دلته که دوی فاته شي، هلته هغه خلق اوس په دې کې دي چې هر غوته وایي، کله په تاجکستان کې غونډې دي، کله په امریکا کې غونډې دي، کله په اروپا کې غونډې دي. هغه غواړي چې بیرته دلته ځان جای کړي. زه وایم دغو خلقو داسې امتحان ورکړو، دا خلک زه وایم دا دي چې نور دي له دې ولسه بښنه وغواړي. دې ولس ته دې ووایي چې موږ د تاسو کورونه بمبار کړو، موږ امریکایان راوستو، موږ اروپایان راوستو، موږ شرقیان راوستو، موږ غلاوې وکړې، موږ چور وکړو، موږ میلیاردونه ډالر لوټ کړو. زه وایم دا دي بیرته نظام کې جای نه غواړي، دا دي بښنه وغواړي، دا دي له افغانانو بښنه وغواړي چې موږ ودونې بمبار کړو دي، موږ محفلونه یې بمبار کړو دي، موږ مساجد یې بمبار کړو دي، موږ مدارس یې بمبار کړي دي، موږ واړه دي مکتب ماشومان باور دي اوس په بینو لت پت کړو. همدا خلک وو امریکایي ته ما کور نه معلوم دی، بیا له مخې وراکلو به موږ باور دي اوس عام ولس ته ناسیره بې درلودو، پټکی بې درلودو، دالې بندیخانې جینه ډکې کړې. افغانان د طالبانو کوټه دوی غټه کړه، باور دي اوس دوی طالبانو ته خلک ورپورې والو. طالب دومره رول، دومره محبوبیت په ولس کې په ابتدا کې نه درلود. کله چې دوی ظلمو د دوی وحشتوب دهشتو د طالب کوټه غټه کړه، هغه بس اسبې پورې والو چې یره سره بېلید، چې له لونګۍ سره بېلید، چې له پکچو سره بېلید، راوړه نینې باسه او بندې کوه او سکنجي ورکوه د پیسو په خاطر، دې په خاطر. زه خپله د ځان باور دې وسه دوه وریم بندېخانه تېره کړې، نه مخته مجاهد وم، نه مخته طالب وم، نه نن یم، نه د عمارت یو غړی یم. تنه یو څو پیسې مې درلودې، په دې خاطر بندې کوه راوړه کشکه، نو زه مجبور یم چې طالب طرف ونیسم. همدا د دوی ظلمو وحشتو دهشتو. زه وایم دوی دې نور بښنه وغواړي، په نظام کې جای نه غواړي. ممنون. ادامه یې برنامه پس از وقفه. ادامه که بس بازم خوش آمدین. قرنه ایسه برالاوی ازی که در حال حاضر افغانستان بی سرپوش نیست، تانسته که پس از حدود 14 یک حکومت مستقل و استقلالیت را به معنای واقعی کلمه با وجود بیاره. وقتی که دولت مستقل باشه، حاکمیت مستقل باشه، خیلی چرا که مردم به رسمیت نمیشناسیش؟ و گفتم ما کوشش میکنیم که تفره بریم. وقتی که ما از ما پرسان میشه که چرا این نقص هست، میگه ایده میندازیم برای گذشته ها. و گذشته ها که دزدی که تو هم دزدی میکنی، گذشته ها که فساد که تو هم میکنی. نه، مردم افغانستان چه قسمه که دوست ما میگه مفسد و فاسد کار نداره. ولی این رقم حکومتی که قرن به قرنها قرنها قبل باشه اینم قبول نداره. ما میگیم که یک تفاهم بین الافغانی با وجود بیاید، یک حکومت واقعاً که در وجود تمام مردم افغانستان خود ببینه با وجود بیاید، واقعاً یک صلح و ثبات با وجود بیاید، واقعاً کسایی که مفسد هستند، فساد کردن، مثل احمد و محمود، اینا هم باید همینطور گذاشته نشوند. اینا با اینا باید در سطح داخل افغانستان، در بیرون افغانستان محاکمه دقیق صورت بگیره. اینا میگن دوستان، شما ببینین این تاریخی که همین 40 سال پیش هر دولتی که آمده که طرف مقابل خودت نفع کرده، باز خودش هم به چندین قسمت تقسیم شده. ما میگیم که برادر، تو خامیالی میگی که او نیست، خودت امیالی عملا به چند پارچه تقسیم هستی. ولی اگر طرف مقابلت نباشه، میگه تضاد مادر ایجاد است. اگر کسی که در بین تضاد منطق داشته باشه، دلیل داشته باشه، راه منطقی باشه، او میتونه که خود ثابت بکنه. وقتی که یک کسی منطق نداشته باشه و دلیل نداشته باشه، او طرف مقابل تحمل کرده نمیتونه و تمام افغانستان به حساب مفسدین میخواه که حذف بکنه و این راه درست نیست و به این شکل ما پیش رفته نمیتونیم. این انزوا ممکن به سالها دوام بکنه و اتا میشه که در داخل انفجار صورت بگیره. ما که درد میکنیم که برادر، تا چه وقت هر حکومت سرنگون و هر از صفر شروع، هر حکومت سرنگون از صفر شروع. در تمام دنیا این مشکل این رقم نیست. بخاطر از این است که هر کسی که میایه، اول این مخالف ادعای دروغین خود عمل میکنه. اینا میگن که وقتی که ما با قدرت آمدیم، اینطور میکنیم، اینطور حکومت جور میکنیم که دوجه تمام مردم افغانستان خود ببینن، دوجه تمام مردم افغانستان سهم داشته باشه. وقتی که باریکه قدرت رسید، باز به کل مردم پشت خود میگردانه، با هیچ کس ارزش نمیکنه، از خود مجموع کمالات جور میکنه، بالاخره او هم سقوط میکنه. ما میگیم ترس ما، درد ما ای است که تا چه وقت همین سقوط های پی هم، تا چه وقت همین چپقدن های پی هم، تا چه وقت از صفر شروع کردن و خود را بسیار
پاک و بسو کفتر سفید جلوه دادن به این شکل پیش نمیریم. ما به هیچ صورت هیچ کس طرفدار مفسد و قاتل نیست. هر کس که ظلم کرده، تجاوز کرده، خیانت کرده و یا قاتل میلیون ها انسان هاست و هم جواب خود بده. کسی که دنی چارای زنبق قاتل چندین هزار طفل بوده، چندین صد طفل بوده، جواب زونم باید بده. کسی که در مسجد ها بزرگ با پاکترین علمای ما را به خاک خون چانده، جواب زونم باید بده. کسی که فساد کرده، کسی که چور کرده، چپاول کرده، اونا هم باید بده. در این صورت میشه که ما بریم به طرف یک صلح و به این شرط که خود با پاک بسازیم و کل بار سرکس دیگه پرشون، این به نتیجه ما نمیرسیم. ما پس دوباره یک حادثه دیگه آبستندی روان استیم و یک حادثه دیگر با خود ما عامل میشیم. هر حادثه از داخل به وجود آمده، عوامل داخلی باعث شده که مشکل پیدا شده. ما و شما کل ما شاید حوادث هستیم. سپاسگزار هستم قرنه سیب. آقا سیب، آیا فکر میکنین که در حال حاضر در افغانستان به یک تفاهم و یک گفتگوی بین الافغانی ضرورت است یا خیر؟ نوچه چه اصلا گفتگو یا در چه اصلا بین الافغانی خبری؟ در فکر کنم چه کمر رو برو اغا طرف چه سابقه در شل کال پا افغانستان که مسلط و اغا تو دیر شم موقع پلاس رو غلی و اغه کولای سوی چې افغانستان چې په سم خوا وهلی وای که سم اعمال او سم کردار کړی وای، خو البته اغه د دې کردار چې مرتشوین او چې خارجان یې راوتل افغانستان ته، مرتشوین چې په ودو باندې دغه وکی بمبار وکی، مرتشوین چې په جنازو باندې بمبار وکی، مرتشوین چې اوس لکه دابل ورور دلته مخ کې تر ما ګرځو اغه ولا وای دا چاره زمبک و دا ښه کار نه و شب دغه نو چاره زمبک معدود کسانان لار په المن کې په یو عمل بمبار کې په میله کې چې امریکایانو وکي 1500 نفر د منځ ولار مثلا دا د دې عامل په څوک و دا چاره وستل ته افغانستان ته مرته چې وینو چې کونتنامو د غیر قانوني د بنجانو ساده افغانانو څخه ډک اسپل او مرته چې وینو چې بګرام کې به 15000 کس زما په دغه باندې زه په ارشیو ته ماته د بنجانو قریبانو دوستان ډیر راتلل او زما د بنجانو کومکونه سره کول هغه خبرو په هر وخت کې په بګرام کې 15000 تشپار زورولو زورو کسو پورې به هلته په غیر قانوني تور باندې د امریکایانو په لاس کې بنجان و دا سلسلې ټولې وشوې. نو دا گفتگو به د چا سره کیږي اوس؟ و که داسې یو خبره یو طالبان داسې وي که داسې خبره دې خلک نه کوي چې دا حکومت به نو نړیږي یو بل حکومت به راځي او هغه حکومت کې به دای چې پلانکۍ قوم هم پکښې داخل دي، پلانکۍ طبقه هم پکښې داخله ده. اوس زه خپله وایم په قومونو طبقې دې داخل شي، خو دغه خلک دې نه وي پکښې داخل چې هغه اسلامي نظام نشي راوستلی. مثلا یو څوک تېر راولاړېږي هغه وایي دا بل ورور د مخه یو خبره وکړه دی خانه به دی چې متقی ولې په کالو کې ولاړې، ولې په ږیره کې ولاړې، ږیره د رسول الله اسلام مسلک و، ږیره چې وده د صحابو مسلک و، صحابو چې خپل اعتدال تر اوسه پورې خلک یادوي هغه د دې ږیرې په وجه باندې و، د سنتي طریقې په وجه باندې و، ډېر ښه کار یې وکړ چې ولاړې. خو زه خپله دونی وامه چې و گفتگو یا خبرې یا را جلبول د خلکو دا ضرور دی چې راولي حکومت چې دغه حکومت وي، د حکومت وسیول بنیاده دی کې د هر قوم د هرې طبقې هغه خلک چې هغه په فساد باندې موصوفه سوي نه وي، په فساد باندې بدنامه سوي نه وي. مثلا چې فرض که اسلامي نظام غواړي د اسلام ته ژمن وي، دغه خلک چې وتار کوم دلته په دې باندې متيقین يم چې دا به طالبان عاقبت راولي و وسیول بنیاده حکومت په جوړوي د ټولو طبقو باندې. دا خلک نه چې هغه نو پوښتي په دا شل کاله دوی ته موقع هم په لاس ورغلی و، په دې موقع کې دوی بیا د دغه چې خارجیان یې دلته راوستل و یو هم تر لمن نیولي و بل هم تر لمن نیولي و پرېښولی نه، هغو دلته ظلمونه کوله، د دوی د ظلمو په مقابل کې څه نه ویله خارجیانو خپله تاسې ویل دي په لیبیا کې خپل په میلیونونو د یو نفر دغه واخیستي غرامت واخیستي، په افغانستان کې د یوه سړي غرامت 15000 افغانۍ 15000 افغانۍ د کرزي صاحب په وخت کې کرزي په وخت کې یا د اشرف غني په وخت کې دغه کور ته ورولېږل شولې چې تا نفر مړ سوی دی دا 15000 واخله. دا
خود د دې خلکو سره ما فکر باندې نو حکومت جوړېدلی چې نه به فایده وکړي، خو دا چې حکومت دی د طالبانو تم زه دا وایمه چې اوس یو بنیاد حکومت دی کې خلک تجمع د خلکو دي په ځان باندې راولي، خو وو په یو چوکاټ کې په داسې چوکاټ کې چې هغه سړی په بدو باندې بدنام نه وي او د هر قوم داری طبقې خلکو ته زور استه، سابقه مجاهدونو وروستني مجاهدونو ته زور استه، خو په داسې کرکب باندې چې نور د افغانستان آینده خرابه نه شي. نو اوس خو د خارجیانو که اوس زموږ د خارجیانو خبرو ته ګورو، دا یو خبره چې اوس خارجیان ولې موږ په رسمیت نه پېژني؟ خارجیان موږ په رسمیت په دې نه پېژني چې اسلامي نظام دی، خارجیان موږ په دې رسمیت په دې نه پېژني چې دوی د دیموکراسي دپاره ډېر کوشش کړی دي او ټول عمر یې دیموکراسي دپاره صرف کړی دي. نن موږ دلته دیموکراسي په دې ملک کې نشته، دی د دې څه بیریږي چې د افغانستان د نظام څخه د اسلامي نظام څخه به نور پاکستان کې هم دا خلک پورته شي، اسلامي نظام به غواړي په منځنۍ اسیا کې به هم غواړي، په نور منطقو کې به هم غواړي، په ایران کې به هم غواړي، د هغه ملکونه هم راته پورته کړي دي، خپل هم راته پورته. نو که موږ په دغه نسبت باندې ووایو موږ خارجیان اسلامي نظام نه غواړي، موږ د خارجیانو طرفدار یو، په رسمیت کوم د رسمیت خبره دي سړی وکړي، رسمیت باندې موږ په دغه نه پېژني چې موږ مستقل یو، موږ په رسمیت نه پېژني، موږ آزاد یو په رسمیت نه پېژني، که نن موږ خارجیانو ته د دوی په طبیعت باندې د دوی د خلکو ته زمینه برابره کړو چې په افغانستان کې په حکومت کې داخل شي، دوی بېرته افغانستان ته راداخل شي، په هغه صورت کې بیا موږ بس خلګوم یې په رسمیت باندې هم پېژندل کېږو. نو هو استقلال به موږ د منځه تللي، ازادي به موږ د منځه تللي، اسلامي نظام به موږ د منځه تللي، هغه جهاد چې د روسانو په وخت کې موږ کړی وو د هغو په مقابل کې یا د امریکانو په وخت کې موږ کړی وو دا به په درواغو باندې وي. نو د خدای پاک نصرت راسره سوی وو، خدای پاک موږ سره دا وعدې کړي دي اخیستي دي، ان تنصر الله ینصرکم، که تاسو زما د دین نصرت وکړئ زه به ستاسو نصرت وکړم او یثبت اقدامکم. اما لیکن دلته که چېرې موږ دا کار وکړو نو موږ په درواغو باندې د خدای پاک د دین نصرت مونه دي کړي. نو زه خپله دا وایم چې په دغه آن باندې هم چې خارجان یا نور مملکتونه موږ په دغه اسلامي نظام په وجه باندې موږ په رسمیت نه پېژني، موږ د دغه ازادي په وجه باندې په رسمیت نه پېژني، موږ د دغه استقلال په وجه باندې په رسمیت نه پېژني، نو دغه شان که موږ د لاسه ورکوو یا به خدایي لار د لاسه ورکوو د خارجانو خبره به منو، خارجان به دلته قبلوو یا به دغه خدایي لار قبلوو د دوی خبره. بسیار تشکر. صادق صاحب، به عنوان آخرین پرسش، رای حل را شما در چی میبینین؟ احمدی صاحب محترم، زه خو یارګرنی صاحب داسې وایم چې کله چې په بین کې امریکایانو فریکړه وکړه او تاسې په خپلو وګوره او استاس دلته، نو ټول شمول هم شمول خو تاسې نه و جوړ کړی، تاسې برې دا حزب اسلامي او اسلامي امارت فریښوول، همدا باعث و چې شل کاله درسره ومجنګېدل تر څو تاسې دوی ټول رانسکور کړل او په یولس ورځو کې مګلم جم سو. یار به تاسې ټول شمول هم شمول جوړاوو، همدا خلک همدا طالبان چې په کورو کې ناست و دا به هم راوستو په نظام کې مدرجه یول، بیا باسازي ته مو شروع کول، اغلاغو ته مو شروع نه کوله، وطن مو جوړاوو، ډالر ډېر راغلي وو، باسازي ته مو شروع کوله. نو به موږ له تاسې زده کړی و، نن ورته ویلي وو چې اور ډېر ټول شمول هم شمول جوړ کړی وو، مشکلات خلکو ته نه جوړول، چور جنا کاو، غصب جنا کاو، غربی کنتور جنا فلای کاو. نو په پوغو صورت کې بیا موږ ویلی اوس یار ټول شمول هم شمول، زه وایم اسلامي امارت اوس په قربانۍ او ګټلې چاپ خیرات کې ورنه نه دور کړی، نو چې جان دي سی دا خپل تر څو چې دی په دغه عقیده ای په دغه عزم ای په ټینګ عزم ای په اسلامي روحیه ای نظام ته کار کوي، وطن ته کار کوي، موږ ولسونه غې مور ته خلاص دی، موږ حمایه کوو. دغه تختیدل یو څو لس پنځه لس شل نفر دا تختیدل څوک نه په افغانانو کې بولی، نه افغانان دي، دا لغر براغلی خلکو بیرته غرب وتختیدل، دا نه د افغانانو نمائندگان نه د افغانانو نمائندگان دي، د خپلو ګټو لپاره کار وکړو، د خپلو اهدافو لپاره کار وکړو. زه وایم دوی خپل استقلالیت، حریت، ازادي، د مجاهدینو فداکاري، د فدایانو فداکاري، د هغو ارزوګانې چې د اسلامي شرعي اهدافو لپاره وي، دوی د هغه فلی کې اوس هم کمزوري ده، اوس هم حد نه ده جاري، اوس هم د غله لاس نه کاټ کیږي، اوس هم قاتل نه قصاص کیږي، اوس هم سستي ده په محاکمو کې، اوس چې محاکم کوشش وکړه د الله احکام د مکمل تطبیق کړه، دا یوازنۍ د نجات لاره ده، د دې لپاره دوی سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.